به نام خداوند بخشنده مهربان شما را خوش آمدید میگیم به درس هفته ریاضی صنف هفت در این درس ما و شما بزرگترین قاسم مشترک را میخوانیم بزرگترین قاسم مشترک به سلسله درس های مربوط به تجزیه است یعنی در حقیقت ما و شما از تجزیه از قابلیت های تقسیم و از مواردی که مشابه به اینا خواندیم از اونا استفاده میکنیم و بزرگترین قاسم مشترک را دریافت میکنیم خب پس برای دریافت از این میریم مستقیما به کتاب شما میبینیم که چی گپای وجود داره تا اینکه که برای شما هم یک مقدار موضوعات به شکل در کتابتان هست راحتتر و آسانتر فهمیده شوم بزرگترین قاسم مشترک تقریبا بگیم با نام های انگلیسیش اگه حساب کنیم تا کلمات چهار تا نام یا به اصطلاح بگیم چهار تا انوان برش وجود داره که هر کدام از اینها دیدین به مو یک نام بزرگترین قاسم مشترک بشناسینش که بر شما باز دریافتش آسان تر باشه یا نام دیگهش بزرگترین فاکتور مشترک است بزرگترین قاسم مشترک یا بزرگترین فاکتور مشترک در انگلیسی هم greatest common divisor برش میگن و یا highest common factor برش میگن GCD و یا HCF خب در اینجا بر ما و شما در ابتدا یک به اصطلاح موضوع را آورده به اون موضوع خواسته که ما و شما یک ذهنیت پیدا کنیم چی می میخوانیم یا بگیم چی نیاز داریم در محاسبات خود تا یک رو بفهمیم که در این درس باز میفهمیم شد در یک سنف سی و شش شاگرد درس میخواندند یک روز معلم ریاضی خواست شاگردانش را برای انجام کار گروهی در گروه های مساوی تقسیم کند بگوید معلم گروه های چند نفری میتواند تشکیل دهد. یعنی ما شما اگر بخوایم یک تعداد را با تیم ها گروه ها و یا با اصطلاح بگوییم که گروپ های چند نفری بخوایم اگر تقسیم بکنیم چطور میتونیم که این تقسیمات را انجام بدیم امی تقسیمات در حقیقت بزرگترین قاسم مشترک یا بزرگترین فاکتور مشترک است که ما شما در این درس خود میخوانیم اول خود قاسم را معنایش را میخوانیم چی معنا میتن؟ اگر یک عدد طبیعی بالای عدد طبیعی دیگر پوره تقسیم شود عدد دوم یعنی مقسوم علیه را قاسم عدد اولی میگویند مثلا اگر ما و شما 24 را بتانیم بالای 8 پوره تقسیم بکنیم پس 8 یکی از قاسم های عدد چی است؟ 24 هست یعنی 24 بالای 8 میتونه پوره تقسیم شود پس 8 قاسم 24 هست که را در ذهن تان داشته باشین به با می سهولت باید یاد بگیرین شد به همین ترتیب عدد پنج یک قاسم عدد چی است؟ سی هست و عدد سی یک قاسم عدد یک دو است یعنی ما شما اگه یک سد دو را بالای سی پورا تقسیم بکنیم بخوایم تقسیم بکنیم پورا تقسیم میشه پس سی یک عدد یا بگیم یک قاسم عدد یک دو است منعیس مثال بر ما شما گفته سه ست قاسم های عدد دوازده چی چی است؟ یک، دو، سه، چار، شش و خود دوازده یعنی دوازده میتونه بالای یک، بالای دو، بالای سه، بالای چار، بالای شش و بالای دوازده پورا تقسیم شده و که به با اصطلاح باقی مانده نداشته باشه سه تم قاسم های دوازده را ما شما در اینجا داریم که او نمو یک دو سه، چار، شش و دوازده و هم مثال دومش سه تم قاسم های شانزده و چل را گفته دریابه بیاین که خود ما هم ماسبه بکنیم که سه قاسم های عدد شانزده و چل چطور دریافت شده میتانه اول ست قاسم های عدد 16 را در نظر میگیریم که چطور میشه ببینید در اینجا بر دریافت ست قاسم های 16 میفهمیم که بعد از یک تبن هر عدد تقسیم میشه بعد از او به عدد دو اشت و شانزده میشه به عدد سه تقسیم نمیشه ببینید یک جمع شش هفت میشه بران تقسیم شده نمیتونه به عدد چار تقسیم میشه چهار 4، شانزده به عدد پنج تقسیم شده نمیتونم، به خاطر که اول عدد پنج یا صفر نیست به عدد شش هم تقسیم شده نمیتونه چون به سه تقسیم نمیشد وقتی به سه و دو پر تقسیم شد و زمان به شش میتونست تقسیم شه. به این هفت هم تقسیم شده نمیتونه و بالاخره به عدد هشت تقسیم شده میتونه به عدد نه و ده و, 11 و 12 بالاخره تا خود عدد شانزده را که به 15 پانزده هم تا نمیتونست تقسیم ولی تقسیم شد پس ای پنج تا عدد یک دو چار اشت شانزده قاسم های عدد شانزده هست به این ترتیب عدد باوش... بعدی ما و شما عدد چل هست یعنی این بار میخواییم قاسم های عدد چل را دریافت بکنیم که چطور میشه بیاین که بر عدد چل ببینیم چطور میشه خب به یک مشکل نداریم به دو رقم اول صفر هست به سه تقسیم شده نمیتونه چون چار هست و با... به این ترتیب پس ما و شما به سه نمیتونیم با چهار پورا تقسیم شده میتونه بله به خاطر از اینکه مو شما در اینجا با اصطلاح رقم اول و سفر یا بگیم ار دو رقم را تور داریم بعد از چهار پورا تقسیم بشه 85 البته 9436 104 مو شما چل میشه و به همین ترتیب بعد از 5 تقسیم شده 85 40 مثل یک بیشتر گفتم با 6 پورا تقسیم شده نمیتونه چون به 3 نتاونسته به 7 هم به همین ترتیب نمیشه به 8 مو شما 58 40 پورا تقسیم میشه به همین ترتیب به نو پورا تقسیم شده نمیتونه چون به مثلا مجموع ارقامش بالا نو پورا تقسیم شده نمیتونه به ترتیب به عدد ده پورا تقسیم شده میتونه به عدد بعدی که میتونه پورا تقسیم شوه خود عدد دو چند ده هست که 20 باشه یعنی میشه تقسیم 20 بکنیم به دو شوه و بالاخره عدد چل هم پورا تقسیم شده میتونه پس این قاسم های عدد چی شد؟ عدد چل شد یک دو چار پنج ده بیست و یکی هم قاسم های عدد 16 را ما شما داشتیم اگر بخوایم که قاسم مشترک بین اعداد را دریافت بکنیم یعنی بین اعداد 16 و 40 را اگر بخوایم قاسم مشترکش را دریافت بکنیم قاسم مشترک تمام اعداد مشترک است که میتونه بالاش تقسیم شود ولی اگر بگوییم بزرگترین قاسم مشترک باز در اون صورت بزرگترین عددی که منعیس قاسم در بین هر دو عدد یا بگم بین با ست قاسم های عدد 16 و 40 مشترک باشد که در اینجا ببینید کدام عدد هست ما و شما خب یک و دو و چار و, و به همین ترتیب ببینید هشت را اینا را منحصه قاسم های مشترک در هر دوشان داریم و از او به با بعدش باز ده دیست چل و در اینجا شانزده است اینا قاسم های مشترک نیستن که البته ما و شما عدد پنج را هم در چل داشتیم ولی در عدد 16 نداره و اگر خواست باشیم بزرگترین قاسم مشترک شد دریافت بکنیم مشخص است کدام عدد هست؟ عبارت از عدد 8 است عبارت از عدد چی است؟ عدد 8 است یعنی بزرگترین قاسم مشترک بین 16 و 40 عدد 8 است یعنی 8 بزرگترین عدد هست که هم 16 هم 16 و هم 40 میتونه بالاش چی شود؟ تقسیم شود 16 تقسیم شود دو میشه و اگر 40 تقسیم شود 5 میشه که به این ترتیب ما و شما داشتیم عنوان بعدی ما و شما قاسم مشترک است یا کامون دیوایزور اگر دو یا چندین عدد بالای یک عدد پورا ت... پورا قابل تقسیم باشد این عدد را قاسم مشترک اعداد متذکره میگویند که مثال سوم ست قاسم های مشترک 16، 24 و 40 را گفتم دریابید ست قاسم های البته ایر ما و شما مساوی 16 داریم نظر به این مثال اگر بگیریم عدد بی ما و شما هم مساوی به عدد 24 هست و سی هم مساوی 40 هست بیاین که بی را هم تشکیل بکنیم در همینجا بی ما و شما مساوی عدد 24 است. ست قاسم های عدد 24 را دریافت میکنیم ببینید در اینجا ست قاسم های عدد 24 چطور بودن میتونه خب 24 به یک خوب طبعا پور قابل تقسیم است بعد دو هم است 4 و عدد 3 هم هست به همین ترتیب بعد از 4 6 4 ما شما 24 میشه بعد 4 هم پورا تقسیم میشه عدد 5 عدد 6 میشه پورا تقسیم و به ترتیب بعد از هم نمیشه چون دو چند کنیم زیاد میشه و به این ترتیب عدد بعدی ما و شما 8 است که 3 -8 ما 24 میشه عدد بعدی ما و شما عدد 9 هست که دو نو اجده سه نو میشه به نو پره تقسیم نمیشه عدد بعدی ما شما که ده باشد نمیشه عدد یازده هم نمیشه و عدد دوازده را در نظر بگیریم و بعد خود عدد بیست را این ست قاسم های عدد بیست و هستند کدام عدد هست؟ عدد یک سه شش و به می ترتیب دوازده و خود بیست که ما شما داشتیم خب در بین از این حال شما اگر بازم قاسم های مشترک را در نظر بگیریم عدد یک دو به همین ترتیب 4 و عدد هشت خواهد بود از عدد هشت و بالاتر ما شما عداد را به صورت مشترک نداریم که در اینجا هم میشه ما شما ببینیم آلی اگر ما شما تقاطوی ست های از اینا را دریافت بکنیم یعنی قاسم های مشترک شم با اسطلاح با هم دیگر این ست های را که تشکیل کردیم با هم تقاطو بیتیم شه چطور میشه تقاطوی ست های قاسم مشترک ای سه تا ست که ما و شما داریم که ست ای باشد با ست بی و با ست سی ست ای ما و شما شانزده هست یا قاسم های عدد شانزده است ست بی ما و شما قاسم های عدد بیستی چار هست و ست سی ما و شما قاسم های عدد چل هستند خب از تکرار نوشتن از اینا صرف نظر میکنم به خاطر که وقت شما را هم میگرم و ضرورت هم نیست فقط عدادی که مشترک هستن کدام کدام هست؟ یعنی تقاطعی از اینا همون عناصر مشترک در نظر گرفته میشه که یک در بین ارسیش مشترک است به نان عدد یک را در اول نوشتم میکنم بعد از او عدد دو در بین ارسیش مشترک است بعد از او پس عدد دو را نوشتم میکنم بعد از او عدد بعدی ما و شما عدد چار هست میبینین تا آخر مشترک است عدد چار را نوشتم میکنم عدد آخری ما و شما عدد هشت است که عدد هشت را میتونم به ترتیب نوشتهش بکنم پس تقاطوی ای سی که عبارت از سه تا عدد 16 به همین ترتیب 24 و 40 بود چهار تا عدد را ما شما تانستیم دریافت بکنیم من حیث قاسم های مشترکشان عدد یک، دو، چهار و عدد هشت و که از نتیجه تقاطع ست ها ما شما بدست آوردیم در کتاب شما همین را کار کردن به همین ترتیب مشرح کلشان نوشته کرده ست که به اصطلاح من قاسمای های مشترک بین عدد 16 و 24 و 40 وجود داشته بعد مثل ما و شما که عدد 1, 2, 4 و 8 داشته میرم لست کرده که من حیث عدد مشترک وجود داره در اینجا بر شما او توضیحات را داده اما عدد 8 را اگر ما و شما در نظر بگیریم در بین ازی و یا توسط دیاگرام وین که در اینجا بر ما و شما تقاطوش دریافت کرده عدد 8 بزرگترین عدد هست یعنی اگر ما و شما بزرگترین قاسم مشترک را بخوایم دریافت بکنیم عبارت از عدد چی است عدد هشت هست که در اینجا ما و شما او را دریافت کردیم و به این ترتیب پس ما و شما نوشته میکنیم بزرگترین قاسم مشترک بین سه تا بزرگترین قاسم مشترک پس بین از این سه ست عبارت از عدد چی بوده عدد هشت بوده یعنی 16، 24 و 40 میتونه بالای 8 کره تقسیم شه و هشت بزرگترین عددی است که بین سه تا عدد مثل 16 و 24 و 40 وجود داره که هر سه شان میتونه بالاش پورا تقسیم شود و یا بگیم هر سه اش به صورت همزمان میتونه بالاش پورا تقسیم شود یک مثال دیگه هم اینجا برای شما داده گفته که بزرگترین قاسم مشترک اعداد 45 و 30 را دریابید که در اینجا ما و شما در کتابتان کار کرده بسیار منظم و مقبولم کار کرده سه قاسم های عدد سی را یادداشت داشت کرده مثل که ما شما پیشتر کار کردیم سه قاسم های عدد 45 را یاد داشت کرده بعد تقاطعش را دریافت کرده که یک، سه، پنج و پانزده هست و بزرگترین قاسم مشترک شدم طبعا عدد چی هست؟ عدد پانزده است. یعنی بزرگترین عددی که همزمان هم عدد سی و هم عدد 45 میتونه بالاش تقسیم شود عبارت از عدد پانزده هست. چی را و شما تا به حال را مختیم در این درس؟ بزرگترین قاسم مشترک دو یا چند عدد چی اپا را باید داشته باشم؟ اولش قاسم مشترک این عدد باشد یعنی در بینش در ست قاسم ها وجود داشته باشم بعد از همه قاسم های مشترک چی باشه؟ بزرگتر باشه که ما و شما همی کار را تا بال روی مثال ها انجام دادیم پس به این ترتیب دریافتیم میگه بزرگترین قاسم مشترک دو یا چند عدد عبارت از بزرگترین عدد است که عداد داده شده بران پورا قابل تقسیم باشد یعنی بزرگترین عددی که دو یا چند عدد میتونه بالاش پورا قابل تقسیم باشه و عبارت از بزرگترین قاسم مشترک است تمرین هم شما میتونید کار بکنین بحث دیگه در این درس میخوایم بخانیم دریافت بزرگترین قاسم مشترک توسط تجزیه هست که توسط تجزیه چطور میشه ما شما بزرگترین قاسم مشترک بین دو یا چند عدد را دریافت بکنیم گفته طول یک اتاق 910 سانتی متر عرض آن 780 سانتی و ارتفاع آن 390 سانتی متر است ترین طول فیته متری را دریابی تا ابعاد این اتاق توسط آن پورا اندازه شود یعنی میگه یک فیته یا بگیم یک متر فیته را دریافت بکنین تا که او بتانم به اصطلاح هر سه کمیت که ما شما داشتیم او را بدون قطع کردن و یا قاط کردن فیته اندازه بکنه که به معنای امو بزرگترین قاسم مشترک هست و به این ترتیب ما و شما در اینجا ای بار به طریقه تجزیه کار میکنیم که در فعالیت هم امو بس وجود داره و قاسم های 36 و 24 را گفته باید شما دریافت بکنیم که قبلا ما و شما دریافت توسط ست ها انجام دادیم گفته چی رابطه بین بزرگترین قاسم مشترک و اجزای ضربی اولیه مشترک می تواند پیدا کند که ما شما او را کار می کنیم که چه رابطه وجود می داشته باشه از او فعالیت بالایی که وجود داره ای دو تا نتیجه بدست آمده که هر دو نتیجه را ما شما من حیث رهنمود بر حل مثال های خود استفاده میکنیم یکی گفته اعداد داده شده را به اجزای ضربی اولیه تجزیه نموده و آنها را به شکل طاقت بنویسید بزرگترین قاسم مشترک بین هر عدد را گفت با شما عدد را تجزیه میکنیم و بعد از ضربی اولیش که تجزیه کردیم بعدش به شکل طاقت نشتم میکنیم دوم چی میگه؟ اجزای ضربی مشترک را که کوچکترین توان را داشته باشند و در هم ضرب کنید یعنی بزرگترین کوچکترین توان را داشته باشند نتیجه ضربش را پیدا کنید حاصل ضرب اجزای انتخاب شده عبارت از بزرگترین قاسم مشترک خواهد بود پس در اینجا ما شما دو تا عدد داریم که یک عدد ما 208 هست عدد بعدی ما و شما 390 هست و این ترتیب می که بزرگترین قاسم مشترک بین این تا عدد را دریافت بکنیم اگر یک عدد ما و شما 208 هست عدد بعدی ما و شما 390 هست 208 و 390 و این ترتیب می بزرگترین قاسم مشترک از اینا را دریافت بکنیم که چطور می بدسته خب تجزیه میکنیم بسیار ساده بعد دو در نظر میگیریم یک دو دو سفر چار دو هشت باز هم بعد با دو در نظر میگیریم پنج دو ده دو دو چار باز هم بعد با دو, دو 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 چار شش دو دو به این ترتیب بله باز هم بعد با دو در نظر میگیریم یک دو دو سه دو شش و بالاخره سیزده رو میفهمیم که عدد اولی است تجزیه نمیشه خود سیزده رو در نظر گرفتیم عدد بعدی ما و شما سیصد هست سی و نوت را ابتدا به دو در نظر میگیریم عامل تجزیهش را یک دو دو نو دو اجده. پنج دو ده ای بار میبینیم که رقم اولش جفت نیست که به دو تقسیم شود ببینیم به سه تقسیم میشه یعنی یک جمع نو ده ده جمع پنج پانزده بله پانزده بالا سه پورا تقسیم شده میتونه پس به سه در نظر میگیریم شش سه اجده. پنج سه پانزده ای بار شش و پنج یازده به سه پورا تقسیم نمیشه با چهار خود نمیشه و پنج در نظر میگیریم یک پنج پنج. 3 5 15 و بلاخره به عدد اولیه 13 رسیدیم گفته بود اول تجزیه کنین به عدد اولیه بعدش چیکار کار بکنین؟ بعدش بیاین به شکل طاقت نوشته کنین یعنی من نوشته میکنم 208 مساوی است هست دو به طوان چند است؟ دو به توان 4 زربه بعد از او چند هست؟ 13 بسیار خوب عدد 13 هم داریم و برای عدد 390 ببینین 390 ما مساوی است دو ضرب در سه عدد بعدی ما و شما ضرب در پنج ایرم میشه علامه ضرب بگذارم که رقم شود و بالاخره ضرب در چند؟ ضرب در سیزده بعدش برای ما و شما چی گفته بود؟ یکی گفته بود تجزیه کنین به شکل طاقت نشته کنین بعد از چی کار باید بکنین؟ بعد از گفته بود اونایی که مشترک است کوچکترین توانش بگیرین و مشترک نبود هیچ ما و شما در نظر نمیگیریم که به ای ترتیب در اینجا بزرگترین قاسم مشترک ما و شما داریم ببینید بزرگترین قاسم مشترکی که در این قسمت ما و شما داریم چطور خواهد شد؟ مساوی است عدد دو در هر دو تجزیه مشترک داریم اینجا دو به توان یک هست در اینجا دو به توان چار ببینین دو به توان یک داریم و دو به توان چار گفته بود اونایی که مشترک بود توان کوچک شده در نظر بگیرین پس چی در نظر میگیریم دو به توان یک را این دو را با اصطلاح سه پنج در مضرب های عدد 390 هست یا بگوییم که وقت تجزیه شده عدد اولیه شامل 390 35 هست ولی در یک در 208 نیست بنا نمیگیریم و 13 در هر مشترک است و تواناش با هم مساوی است در نظر میگیریم پس ضرب در چند 13 دو ضرب 13 ما شما مساوی به عدد 26 میشه که ما دریافتیم پس در اینجا از حلی مثال به روش تجزیه ما و شما دریافت کردیم که بزرگترین قاسم مشترک بین عدد 390 و 208 عدد 26 است که ما در اینجا او را بدست آوردیم خب یک بخش آموختیم داریم که می‌بینیم که چی چیزار در, در درس ما و شما باید در ذهن خود داشته باشیم برای تعیین بزرگترین قاسم مشترک دو یا چند عدد توسط تجزیه ابتدا هر یک از اعداد را به اجزای ضربی اولیه تجزیه نموده که ما شما مختیم کار را به مثال هم اجرا کردیم و به شکل طاقت می نویسیم این مرحله را پیش بردیم سپس اجزای ضربی مشترک اعداد را با کوچکترین توان با هم ضرب میکنیم یعنی اونایی که مشترک هم باشد و توانش از کلش کوچکتر باشد او رو در نظر میگیریم که حاصل ضرب عبارت از بزرگترین قاسم مشترک خواهد بود یعنی وقت ما و شما اجزای ضربی را در نظر گرفتیم اونایی که به شکل طاقت کوچکترین توان را داره من مشترک در نظر میگیریم با هم ضرب میکنیم نتیجه حاصل ضربشان اما عبارت از بزرگترین قاسم مشترک است یعنی بزرگترین عددی که تمام اعداد داده شده میتونه بالای زو قابل تقسیم باشد به همین ترتیب درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه تا درس بعدی از مضمون ریاضی سنف هفت همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم شاد و موفق باشید.